ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین روز سهشنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین همتای روز خود ملاقات کرد در این دیدار دو طرف بر سر حذف محدودیت های تجاری تا پایان سال آینده میلادی و افزایش همکاری استراتژیک توافق کردند همچنین 15 میلیارد دلار کمک مالی و کاهش قیمت فروش گاز به اوکراین از جمله مهمترین دستاوردهای سفر آقای یانوکوویچ بود ایهو برافسکی تحلیلگر مسئله اقتصادی در کیف میگوید روسیه با این کار به اصلی ترین وام دهنده به اوکراین تبدیل می شود و این ترتیب ما حاکمیت خود را از دست می دهیم و به نوعی به بدهکار ترین کشور با تبعات سیاسی تبدیل می شمیم. در واقع بدهکار ترین به تنها یک کشور یعنی روسیه سفر آقای کوویچ در حالی انجام می شود که از روزها قبل مخالفان دولت اوکراین خیابان های کیف را به اشغال خود درآوردند تظاهر کنندگان به افزایش همکاری میان اوکراین و روسیه معترضند ویتالی کلیچکو یکی از رهبران مخالفان می گوید امیدواریم که این اتفاق به قیمت منافع استراتژیک اوکراین تمام نشود چیزی که می تواند منجر به تباوت منفی یا وابستگی به همسایه شرقی مان شود بر اساس توافق دو رئیس جمهور قیمت هر هزار متر مکعب گاز صادراتی به اوکراین از 400 دلار به 268 دلار و 50 سنت کاهش پیدا می‌کند.